ایکیگای یا به عبارتی هنر زندگی ژاپنیا هست، برای رسیدن به یک زندگی شاد و داشتن عمر طولانی. این در واقع میشه گفتش که خلاصه این کتاب هست. ایکیگای یک واژه فلسفی ژاپنی هست به معنای هنر زندگی، مثلا لبخند زدن. یه آیتم دیگه شده که آقا کارها رو آهسته انجام بدیم، عجله نداشته باشیم، عجول نباشیم، آهسته آرام انجام بدیم، با تمنینه با آرامش انجام بدیم، سر بزنیم به دوستامون، به اقواممون، ارتباط داشته باشیم، بیایم راجع به مسائل خوب صحبت بکنیم و از این چیزا، قدردان باشیم، با طبیعت خوب رفتار بکنیم. همه اینها معنای زندگیه، به معنای ایکیگای. حالا نتیجه این کارها چی شده؟ طول عمر زیاد ژاپنیا. گرفتی؟ سلام به همه عزیزان، خیلی خوشحالیم که دوباره فرصتی پیش اومد، اومدیم کنارتون با یک کلیپ جدید و اولین کلیپ سال 1402 هستش که در خدمتون هستیم. بسیار دلتنگتون شده بودیم، باید ما رو ببخشید بابت این تأخیری که داشتیم. متاسفانه تقریبا در عرض یک هفته دو تا عزیز خیلی دوست داشتنی و از دست دادیم، روحیه خیلی خوبی نداشتیم که بیایم پیشتون، ولی الان یه فرصتی پیش اومد که گفتیم حتما بیایم پیشتون، ببینیمتون و یه تجربه جدیدی رو با شما به اشتراک بذاریم. عرض من خدمت شما که شب صبح شما بخیر. سلام درود بر عزیزان. سلام عرض بکنم خدمت همه شما عزیزان. تیکس کلام بابا. تعطیلات عید نوروز که یه مسافرت کوتاهی رفته بودیم، یه خواهرم به من معرفی کرد که یه هدیه گرفته بود. جالب بود که میگفت در واسه سال جدید که مثلا براش هدیه میاد، تنها چیزی که براش خیلی جذاب بود همین کتاب ایکیگای بود که ما هم اونجا بالاخره تو فرصتی بود که دو صفحه رو من خوندم، احساس کردم که نیازه که خودم هم داشته باشم. بعد تهیهش کردم، خودم فکر کنم 59 صفحهشو خوندم، ولی همسرم خوب خوندش، تمامش کرد و در رابطه با فکر میکنم راز ژاپنی ها در داشتن عمر طولانی و زندگی شاد هستش و پرفروشترین هم در دنیا بوده امسال. این کتاب راجع به در واقع میشه گفتش که راز طول عمر ژاپنی ها اومده صحبت کرده. دو نفر هستن که یکیشون مهندس هستش، آقای هکتور گارسیا و فرانچسکو میرالس، که ترجمه این کتاب هم گلی نژادی در واقع ترجمه کرده و پرفروش‌ترین کتاب در واقع دنیا هم هستش. باورم نمیشه اینقدر کلیپ کردیم ضبط نشد، اینقدر کردیم مامان رفت، منم رفتم، این آخرین کلیپمون شد. ترقام بشه بودش که ما یه نیم ساعت میخواییم این کلیپ رو ضبط کنیم، نمیشه. حالا به هر تقدیر رو اینا از شما خدمت شما که بله، ما راجب همینطور که همسرم سلماز در واقع گفتش، میخواییم راجب ایکیگای صحبت بکنیم به معنای در واقع هنر زندگی و هنر زندگی ژاپنی، راجب این موضوع صحبت بکنیم و اطلاعاتی رو در خدمت شما عزیزان بذاریم و امیدوار باشیم که همه دوستانی که حالا این کلیپ رو به نوعی دارن مشاهده میکنن
این کتاب رو تهیه بکنن و مطالعه بکنن. ولی به اختصار ما کلیات در واقع این کتاب رو بیان میکنیم و میگیم که راجع به چه موضوعی هستش و اینا. ژاپنیا بیشترین طول عمر رو توی کل دنیا دارن و تو خود ژاپن هم شهر اوکیناوا بیشتر از بقیه جا، یعنی میانگین طول عمرشون بالای 100 ساله تا 114 سال 116 سال اینا مثلا میره بالا. و همین خاطر این دو نفر اومدن رفتن توی اوکیناوا با 100 خورده ای از آدما، حالا نمیدونم یادم دقیقا نیست 100 خورده ای، با تعداد زیادی از آدمای اونجا صحبت کردن، نشست و برخاست کردن، سوال پرسیدن راجع به نحوه زندگیشون، روزمرگیشون رو چجوری سپری میکنن، چه موادی رو میخورن، خوراکیاشون چیا هستش، چه ورزشی رو دارن، چه علاقه مندی هاشون رو بیان کردن و اینا ازشون پرسیدن. و تهش رسیده به این کتاب که به نام ایکیگای هست. یعنی اساسا این واژه یک واژه کاملا فلسفیه و از فلسفه شینتو، بودا و کنفیسیوس، کنفیسیوس در واقع چین، بودا هند و شینتو خود در واقع ژاپنیا، مخلوطی از اینها رسیده به این واژه فلسفی. در واقع ایکیگای هم به معنای در واقع هنر زندگی به مفهوم معنای زندگیه، یعنی که معنای زندگی چیه، چه معنایی داره، رسیدن به اون معنا. طول عمر با کیفیت خیلی مهمه تا اینکه مثلا خدایی نکرده همین چیزای ساده‌ای که میدونیم رعایت نکنیم و یه سری اتفاقاتی بیفته که اول از همه خودمون عذاب بکشیم، دوم هم این که باعث ناراحتی اطرافیان بشیم. پس چه بهتره که همین موارد ساده‌ای که همین ژاپنیا دارن رعایت میکنن، چه اشکال داره ما همیشه آدم باید یاد بگیره، ما هم از اونا یاد بگیریم و رعایت بکنیم برای زندگی با کیفیت. من میگم درسته که این کتاب اشاره به راز طولانی زندگی داره، راز طول عمر داره، اما این فلسفه بهتر زندگی کردن رو داره میگه، فلسفه معنای زندگی رو داره میگه، رسیدن به ایکیگای. ایکیگای که هم هنر زندگی هستش میاد میگه که آقا همه آدم ها باید به این هنر برسن، یعنی به این هنر زندگی برسن و چه کاری باید بکنن که به این برسن. میاد صحبت میکنه یه عبارت دیگه ای در واقع وجود داره به نام فلو، که در واقع میاد میگه که آقا تو فلو چیه؟ فلو هر کاری که تو از اون لذت میبری. یکم مثال هایی که میزنه داخل کتاب این هستش که میگه مثلا یک نفر که نقاش هست میشینه نقاشی میکنه، یهو میبینی 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت ازش گذشت و متوجه نمیشه که این چیه. اون لحظه اون آدمی که اومده در واقع در نقاشی میکنه در فلوی خودش قرار میگیره و هر چقدر این لذت‌های زندگی، شاد بودن‌ها زیادتر بشه، ما به ایکیگای خودمون میرسیم، به ایکیگای زندگی، یعنی به اون لذت زندگی و شاد بودن تو زندگی نزدیک میشیم بهش. یه سری کارها هست که ممکنه ما رو لذت بخش باشه برامون ولی در راستای رسیدن به ایکیگای نباشه، اینا شاملش نمیشه فکر میکنم.
کلن فکر میکنم لایف استایل سلامتی، تغذیه سالم، اینهایی که شما داره میگی آیتم های ایکیگای هست. آه. اینا هست که خب همه ایکیگای نیست. درست. حالا ببین دقیقا شما درست گفتی، این مواردی که شما گفتی موارد ایکیگای هست، قسمت هایی از اون هست، همش نیست. یکی از این مواردش تغذیه سالمه. خب یکی از قوانینی که توی همون بحث اوکیناوا، اینا که رفتن توی اوکیناوا، یه قانونی دارن به نام، توی ژاپن هست به نام قانون 80%. یعنی چی؟ یعنی این که آقا تو سر غذا هستی، سر سفره غذا هستی، داری ناهار میخوری، شام میخوری یا هر وعده غذایی که داری میخوری، اگر احساس کنی که 80% از معده بدنت پر شده، باید دست از غذا بکشی. خب این یکی از قوانین در واقع اوکیناوایی ها یا مثلا همون ژاپنی ها هستش. حالا بذار این صحبت بکنم میگم بهت. خب توی این فلسفه زندگی دوباره یکی از آیتم ها و یکی از قوانینش ارتباط با بستگان، با دوستان، دوست داشتن، رفتن، سر زدن به آدم های مختلف، نشست و برخاست کردن، روابط اجتماعی بالا و روابط اجتماعی سالم داشتن. خب اینا هستش. وقتی این موارد رو میگی، همه ما، همه آدما، ما که اینا رو میدونیم، ولی خیلی مهمه که بتونیم عملیش کنیم. همه میدونیم باید سالم بخوریم، غذای سالم بخوریم، ورزش بکنیم، ارتباطات داشته باشیم، ولی متاسفانه خیلی درگیر روزمرگی های زندگی میشیم و همین چیزای ساده رو هم رعایت نمی کنیم متاسفانه. یه سوالی میتونم بکنم؟ بله حتما. تخمه میدونستی میوه میشه؟ یا تخمه که میوه شده؟ اصلا تخمه میوه است؟ تخمه فکر کنم توت فرنگی، چون میوه میشه. در واقع توت فرنگی تخمهاش بیرون از خودش در میاد، توی مسابقه بیرون روش میکنه. تنها میوه‌ای که دانه‌هایش بیرون روش میکنن تخمه. چیه؟ تخمه. تخمه چیه؟ یعنی دو تا اشتباه جواب میده، من میتونم یه دور بکشم نه؟ ایوا تخمه میوه. ببین دقیقا شما دارید درست میگی. خیلی از ماها وقتی وارد روزمره زندگی میشیم خیلی چیزا رو میدونیم. میگیم میدونیم. آفرین میدونیم این کار بوده. به همین خاطری که به این واژه میگن پرهیزکاری. ما باید انسانهای پرهیزگاری باشیم، یعنی پرهیز بکنیم از چیزهای بدی که خودمون میدونیم. ببین وقتی میگن یک انسان پرهیزگاره، یعنی این که از یه سری مسائل پرهیز میکنه، اجتناب میکنه، دوری میکنه. خب به انسانهای متقی اصلا واژه تقوا، یعنی تقوا پیشه یا مثلا متقی که میگن، انسانهای پرهیزگاره. خب بنابراین به این واژه ما باید سعی کنیم که پرهیزکاری رو یاد بگیریم. کاری که من خودم خیلی دوست دارم انجام بدم ولی واقعا سخته، خیلی چیزا رو نمیشه ازشون پرهیز کرد. یا یه عادت بدی داریم ما، پسر گفتم چیکار داریم، یا یه عادت بدی داریم، باید به این حالت میگن پرهیز کردن و پرهیزگاری. ما باید سعی کنیم پرهیزگار باشیم تو زندگی. حالا من به طور اختصار میگم، آخر در واقع این کتاب توی بخش آخرش اومده مغز کتاب رو بیان کرده که تبدیل شده به 10 قانون ایکیگای. به طور خیلی مختصر میگم 10 قانون ایکیگای. 1. فعال بمانید
بازنشسته نشوید. دو، آهسته پیش بروید. سه، معده خود را کامل پر نکنید. چهار، اطراف خود را پر از دوستان خوب کنید. پنج، تا جشن تولد بعدی اندامتان را متناسب کنید. شش، لبخند بزنید. هفت، دوباره به آغوش طبیعت بازگردید. هشت، قدردانی کنید. نه، در لحظه زندگی کنید. ده، ایکیگای خود را دنبال کنید. خب این مواردی هستش که چیز هم. من حالا میگم این کتابی که داشتم میخوندم دقیقا یه جورایی ازم مربوط به شما هستش، منطبق با کارهایی هستش که شما انجام میدی. آقای پاکی هستم و امی صحبت باز. به نظر تایم خواب من نشده؟